با درود. توی این جلسه میخوایم با هم با مترونوم آشنا بشیم. مترونوم یه وسیله‌ایه که میتونه به ما کمک بکنه که ضربهای مختلف رو توی موسیقی، سرعتهای مختلف توی موسیقی به شکل ثابت بشنویم و توی تمرین و توی اجرای ما بهمون کمک کنه. میتونه یه وسیله دیجیتال باشه، مکانیکی باشه، روی گوشیمون میتونه باشه، روی تبلتمون میتونیم استفاده بکنیم. خیلی امکانات این شکلی داریم که این مترونوم استفاده بکنیم. توی اصطلاحات مختلف مترونوم میتونه به ما کمک کنه. مثلا ما لنتو داریم، آداجو داریم، آلگرو داریم، مودراتو داریم، آلگرتو داریم. تمام اینا اصطلاحاتی هستند که یک عددی رو برای ما تعریف میکنن. به طور مثال آلگرو به ما میگه 105 تا 120. یعنی ما باید سرعت 105 تا 120 رو به من آلگرو بشناسیم که تو خود مترونوم ها هم این تعریف شده. مترونوم یک لغت فرانسویه و اولین بار در سال 1814 میلادی به دست یک مخترع آلمانی به شکل مکانیکی ساخته شد. مترونوم یک ابزار تمرینی موسیقیه که ضربات یک نواخت و پی در پی را ایجاد میکنه تا نوازندگان را در نگه داشتن ریتم یک قطعه موسیقی یاری بده. این ضربه ها بر اساس تعداد نوت های مورد نظر در دقیقه سنجیده میشه. این تعداد ضرب در دقیقه میتواند افزایش یا کاهش پیدا کند. مترونوم نه تنها ریتم صحیح و بدون خطا را به نوازنده ارائه میکند، بلکه دایره زمانی و محدوده ضربی ریتم های مختلف را از کمترین تا سریعترین در اختیار نوازنده قرار میدهد. هنرجویان برای شروع و یادگیری ضرب آهنگ یک نواخت می توانند با عقربه ثانیه شماره یک ساعت تمرین کرده و سپس به سراغ مترونوم های دیجیتالی یا اپلیکیشن هایی با محیط ساده بروند. توی درس اولی که ما امروز قرار با هم کار کنیم، گام فاماژور قرار دوره بشه. گام فاماژور علامت سرکلیدش سی بموله. پس میدونیم که هر جنوت سی دیدیم باید بمول اجرا کنیم. آکوردهای اصلیش فالادو، فا سی بمول ره، می سی بمول دو. همین ستا به شکل شکسته. تو این درس ما از علامتهای تمپو استفاده کردیم که خب علامت های تمپو توی توضیحی که توی این بخش داده شده ما 5 تا رو فعلا یاد میگیریم: آلگرو، آندانته، آداجو، لارگو و مودراتو. خب اینا طبق توضیحاتی که قبلا دادم عددهاشون و تعریفاتشون مشخص شده. خود درس رو اجرا میکنم، بعد درباره یه سری تمرین ها و نکات با هم صحبت میکنیم.
توی این درس ما یک سری چیزهایی که قبلا بلد بودیم رو داریم دوره میکنیم. دوباره extended position، این بار توی گام فا ماژور، یعنی فا لا دو فا، که خب تو همین میزان دوم دقت بکنین نوت فا رو با انگشت پنج گفته بزنین، بعد گفته خط تیره چهار، یعنی باید انگشت پنج رو نگه دارین رو نوت فا، چهار رو بذارین، بعد انگشت پنج آزاد کنین بدون اینکه کلاویه بالا بیاد. پس ما اینجوری یه جا به جایی رو تمرین میکنیم که خب طبیعتا تو میزان سوم حالا میتونیم نوت سول رو با انگشت پنج بزنیم. به همین ترتیب دست چپمون از همون آکوردهایی که تمرین کردیم دقیقا داره استفاده میکنه بدون هیچ کم و زیاد کردن. فالادو فالادو فا سی بمول ره می سی بمول دو، به همین ترتیب. دقت کنید که جا به جای انگشت دست راست تو این درس خیلی زیاده به نسبت درس قبلی، ولی در کل درسمون خیلی درس سختی نیست. اگر دقت بکنیم به نکات خیلی راحت میتونه اجراش کنیم. حالا یه نکته مهمی اینجا خواسته با هم تمرین بکنه، میخواد دست چپمون رو متفاوت ببینیم توی سه بخش. بخش اولی که خب خود نوت برامون نوشته، ما داریم آکوردها رو به شکل شکسته اجرا میکنیم. بخش دوم که توی یک مثال کوتاه توضیح داده میگه دست چپمون رو به شکل آکوردهای باز اجرا بکنیم، یعنی همون آرپژ. که خب توی چند میزان مثال زده برامون. این حالت قبلی بود. مثالی که اینجا برامون زده دست چپ رو دقت کردیم که فالا دو فاسیره، اینا همه جدا اجرا میشد. حالا ما باید بتونیم ذهنی این تمرین رو انجام بدیم و تو کل قطعه با استفاده از چیزی که توی آکوردهای اصلی میبینیم اینا رو تبدیل کنیم به آرپژ. یعنی دیگه نیازی نیست همه نوتا رو دست چپش رو برامون به این شکلی که الان اجرا کردم بنویسه، فقط یه بخش کوتاهیشو به عنوان مثال نوشته. مدل دیگه یا مثال دیگه که برامون زده میخواد همین حالت آرپژ رو به جای سه تا سیاه تبدیل کنه به سه تا چنگ، یعنی به این صورت. از نظر اجرایی خیلی چیز سختی اینجا نداریم، چون دست چپمون همونو عیناً داره تکرار میکنه، فقط دو برابر شده، به جای سیاه داره چنگ اجرا میکنه. حالا کجا سخت میشه برامون؟ توی میزان چهارم. ما دست راستمون سه تا سیاه میزنه، دست چپ شیش تا چنگ. خب هماهنگیش یکم ممکنه سخت بشه، به این صورت اجراش میکنیم. یک و دو و سه و، که تو سرعت اینجوری میشه. این بخش رو حتما خیلی زیاد تمرین کنین و چون تمرینش هم ذهنی هست یه مقدار ممکنه چالش جدیدی باشه براتون، ولی حتما خیلی میتونه مفید باشه که اینو تمرین بکنین بدون پدال با پدال فرقی نمیکنه، فقط این تمرین خیلی میتونه کمک کنه بهتون.